فرانسوا نیکولا، سفیر پیشین فرانسه در تهران در سالهای 2001 تا 2005 میلادی، در یادداشتی در نیویورک تایمز ضمن ذکر خاطراتی از زمان حضورش در ایران و در دوره‌ای که حسن روحانی به عنوان مذاکره کننده ارشد پرونده اتمی ایران فعالیت می‌کرد، ابراز امیدواری کرده که با سر کار آمدن روحانی راه برای مذاکره با غرب باز بشه. نیکولا در یادداشت خود با ذکر نقل قول‌هایی از مقامات ایرانی در دوران مأموریت خود نوشته، زمانی که روحانی با نمایندگان کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا به توافق رسید، با مخالفت‌های جدی در میان برخی جناح‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه بود. به گفته سفیر سابق فرانسه در تهران، توافق گروه مذاکره کننده با غرب در حالی شکل گرفت که به عقیده او سپاه پاسداران تلاش میکرد به توسعه یک برنامه اتمی تسلیحاتی بپردازه. سفیر پیشین فرانسه در ایران در یادداشت خود در نیویورک تایمز برای توقف برنامه تسلیحاتی اتمی ایران در آن زمان دو دلیل عمده برمی شماره. نخستان که به گفته فرانسوا نیکولا، اشغال عراق رقیب دیرینه ایران در منطقه توسط ایالات متحده انگیزه ساخت تسلیحات اتمی را در ایران کاهش داده بود. دلیل دوم آن بود که زمانی که حسن روحانی موفق شد به رغم مخالفت محافظه‌کاران در ایران اجازه بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی را صادر کنه، احتمال پیدا شدن مستندات به قدری بالا بود که باید برنامه اتمی سپاه پاسداران متوقف می‌شد. او در پایان نوشته، هرچند تمام اعتبار توافق با غرب رو که به موجب اون برنامه تسلیحاتی متوقف شد را نمیشه به طور کامل به حسن روحانی داد، اما با توجه به نقش او در مذاکرات میتوان امیدوار بود که با برسر کار آمدن او راه برای آغاز مذاکرات میان ایران و غرب هموارتر شود. در حالی که پیروزی حسن روحانی در انتخابات بسیاری از کارشناسان را نسبت به بهبود روابط میان ایران و غرب و به ویژه با ایالات متحده امیدوار کرده، نیویورک تایمز نیز در گزارشی خبر داده که نوری المالکی نخست وزیر عراق به باراک اوباما گفته ایران مایل در موضوع اتمی مستقیما با امریکا مذاکره کنه. به نوشته نیویورک تایمز، نوری المالکی در اوایل ماه جاری میلادی در دیداری که با سفیر امریکا در بغداد داشته اعلام کرده بر اساس پیامی که از مقامات ایرانی دریافت کرده، ایران مصمم به مذاکره مستقیم با امریکا در موضوع اتمیه. مالکی همینطور اعلام کرده عراق آماده است که زمینه مذاکرات ایران و امریکا را فراهم کنه. نیویورک تایمز در این گزارش افزوده که نوری المالکی اگرچه مدعی شده که با منابع قابل اعتماد در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران در تماسه، اما اشاره نکرده که طرف ایرانی که پیغام رو به او رسونده چه کسی بوده. این نشریه آمریکایی در این مورد همچنان تردید داره که این مسئله ابتکار خود نوری المالکی است یا رهبر ایران که خواسته از نوری المالکی برای چنین هدفی استفاده کنه. نخست وزیر عراق نیز در این دیدار، در حالی که مقامات وزارت امور خارجه آمریکا تاکنون درباره ابتکاری که مالکی به دنبال اونه و همینطور در پاسخ به این درخواست واکنشی از خود نشون ندادند، سفیر ایران در عراق این خبر رو کذب و بی اساس خونده.